میزند، نه گفتگو، نه به جای قدرت چی هست به فارسی، حالا حتما خودشون متوجه شدن. من امید داشتم شما راه حلی نشان بدهید که مسئله مثلا کردها، مسئله عربها، مسئله بلوچها و ترکمنها و ترکهای آذربایجان چطور حل خواهد شد. اینی که شما میفرمایید که دور حکمرانی خوب یا گود گاورنینگ مسئله رو حل خواهد کرد، همین حرف رو آقای خامنه‌ای هم میزد، خاتمی هم، خمینی هم میزد. وقتی به ایران اومد اتفاقا ایشون شعارهای بسیار مشخصتری از شما میدادند، ایشون حتی آب و برق هم مجانی میکردند که نشد، چون سیستم خراب است. و خرابی سیستم فقط جمهوری اسلامی ایران نیست، خرابی سیستم خود پادشاهی قبل از جمهوری اسلامی ایران هم بود و خرابی سیستم در میان اپوزیسیون هم هنوز حکم فرماست. من وقتی میبینم که مخالفین جمهوری اسلامی ایران در خارج از ایران نشستند و برای آینده ایران نسخه مینویسند و هیچ کدوم از مظالمی که به ما ملل زیر صدم اتفاق افتاده در نظر نمیگیرند، فقط به موقعی که زمان که ما به زور میخوایم ازشون یه چیزی بشنویم میایند قبول میکنن که آره شما به شما یه ذره ظلم شده، ما فریب این کارا رو نمیخوریم. امیدوارم که من امید داشتم که مخالفین جمهوری اسلامی ایران برنامه بنویسن برای آینده ایران. من برای آینده ایران برنامه نمینویسم، من برای آینده آذربایجان فکر میکنم به عنوان یک نفر، نه رهبری هستم نه از طرف ملت سخن میگویم، از نظر خودم میگم که آذربایجان راهی به جز جدایی نداره. شما فکر میکنید که نه، ما باید صاحب اون ایرانی باشیم که از پدر به ما ارث رسیده. من میگم اگه شما منو شریک این ایران میدانید، بفرمایید که در آینده ایران برای منی که حرفن حداقل از لحاظ تئوری حداقل قبول میکنه که منم حقی دارم به عنوان یک ترک، حق منو چطور خواهید؟ بسیار ممنون. ببینید اینه در مسئله. من با اجازه شریف 30 ثانیه دیگه همون که آقای علیزاده آیا واقعا صمیمانه میگویم ظلمی که به ملت‌های زیر ستم شده، تا حالا در مورد این ظلم‌ها چیزی نوشته اید؟ در جای سخنرانی کرده اید؟ از این دفاع کرده اید یا نه؟ یا این اولین باری است که در این مورد سخن میگویید؟ بفرمایید. تشکر میکنم. بسیار ممنونم. لطفا تلفن های ما رو زیر تصویر جناب آقای علیزاده بنویسید که هر دوستی، هر بیننده‌ای در هر کجای دنیا، از ایران، از آذربایجان، از ترکیه، از کانادا، از آمریکا یا هر جای دیگه بخوان با ما تماس بگیرن، بتونن با این شماره تلفن هایی که در پایین صفحه میبینید تماس بگیرید و سوالتون رو از مهمانان من بپرسید. من جناب علیزاده از شما این سوال رو دارم. شما به هر حال تو به طرفداری از جنبش سبز مقامتون رو از دست دادید، میشه گفت که منافع اقتصادیتون رو هم از دست دادید و الان در یک کشور هستید که با کار آکادمیک مشغول هستید و فعالیت سیاسی، خب این در جای خود قابل تقدیر هستش. اما میخوام از شما یک سوال بپرسم. به نظر شما جنبش سبز با این همه آدم هایی که اومدن خیابون و خواسته هایی رو هم مطرح کردن که خارج از سیستمی بود که میرحسین موسوی میخواست، آیا میرحسین موسوی و کلن اصلا جنبش سبز همه طیفاش برای برون رفت از استبداد و دادن حقوق مساوی به ملت‌های ساکن در ایران کنونی برنامه ای رو رومیز گذاشته بودن، برنامه سیاسی، یا هنوز دارن برای برنامه برای آینده که در آینده ملت‌های غیر فارس که در ایران هستن، مثل بلوچ‌ها که هیچ کتابی در زبانشون چاپ نشده، یا ترک‌ها مثلا چند کتاب چاپ شده، یا کردها یا عرب‌ها، می‌خوام ببینم چه آیا جنبش سبز برنامه‌ای داشته یا برای آینده داره که رو میز بذاره چطور می‌خواد تقسیم قدرت بکنه و از استبداد جلوگیری کنه و حقوق اینها رو بده. آیا برای این سه مسئله راهکاری رو گذاشته؟ بفرمایید.
5 دقیقه وقت شماست، بعد 5 دقیقه تلفن‌ها باز هست، شما بعد 5 دقیقه به تلفن‌ها اونا جواب میدیم. اولویت هم با تلفن‌هایی است که از ایران میشه و دوستان من، هر دو دوست، جناب علیزاده و جناب اوبالی، تلفن‌های شما رو قطع می‌کنم وقتی از ایران تلفن باشه و اونها رو وارد برنامه می‌کنم تا که بله سخنان شما رو قطع می‌کنم، تلفن‌ها رو وصل می‌کنیم برای اینکه با اونها ضرر مالی زده نزده باشیم. بفرمایید جناب علیزاده، صحبت با شماست. شاعر گفته که تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نگفته باشد. من جناب انصاف علی هدایت، شما به من گفتید هیچ مرزی برای صحبت کردن ندارید، هر چی میخواهد به تنگت بگو، ما رعایت ادب و نزاکت باید بشه. من میخوام پرسشی بکنم که آیا در یک رسانه‌ای که شنونده داره و به قول شما بسیاری فرهیختگان و دانشگاهی ها این رسانه رو میشه میبینن، آیا در حد ریاست محترم این رسانه هست که کشوری را نه نظامش را، کشوری را بگوید ایران یک جنگل است، یک خرابه است؟ ببینید من با شما همسو هستم، الان بگید که آقا شاه اومد بد کرد، خمینی اومد بد کرد، یه بحثه. شما یک نظام رو دارید، نظام داره اشتباه میکنه، آقای اوباما امروز داره کار خطا بکنه، یه آقای اوباما بد کرد. اما اگه کسی توی یک تلویزیونی برای آمریکایی‌ها بزنه و بعد بگه که آمریکا جنگل، حیات وحشه، گرگ و درنده، اگه اینطور باشه، من فکر میکنم این در شأن تلویزیون شما نیست، در شأن ریاست تلویزیون شما نیست بشه. من با کمال فروتنی اینو عرض میکنم. اما بپردازم به پرسش شما جناب، میگویید که جنبش سبز برنامه داره یا نه؟ ببین این پاسخی نیست که من بخوام بگم، به خاطر اینکه من در نمایندگی چی ندارم، طیف مختلفی هستن. شما نماینده ای رو آوردید از طرف سکولارهای سبز، دیدید برنامه دارن و اتفاقا در همون سکولارهای سبز، شما من باهاشون نشست و برخواست و گفتگو سلام علیک دارم، در همون سکولارهای سبز بلوچ ها هستن، توشون کرد ها هستن، توشون ترک ها هستن، اونا هم کرد هستن، حتی هستن در حرف میزنن اونجا. من در حیرت محض هستم، در حیرت محض هستم، به جان سه فرزندم من در حیرت محض هستم از صحبت های آقای اوبالی، که این کشور رو هزار سال دست ترک ها بود و خون ترک ها پای این کشور درخت آباد کرده رفته بالا، یا خوب یا بد، همه توش سعی. من نگفتم از فارس ها اسنای بردن، فارس ها هم کرده، همه بد کردن، همه خوب کردن، اینطور نگید. ولی من در حیرتم که عزیزان کردی که من باهاشون نشست و برخاست دارم تو حزب دموکرات کردستان، حزب دموکرات کردستان ایران، کموله باشون جلسه داشتیم در پراگ، میدونید تو پراگ جمع شده بودن اپوزیسیون، در اونجا کردهایی که بهشون یک سرهنگ ازشون اجازه ندادن توشون سرهنگ بالا بیاد، یک استاندار، یک شهردار نذاشتن ازشون بیاد، اینا وقتی میشینن صحبت میکنیم باشون، میگیم خب شما تئوریتون، راه حلتون چیه؟ میگم ما دنبال سیستم فدرال هستیم. کردها نمیگن که ما میخوایم جدا بشیم، من شاهد دارم، الان میخواد به اسم بیارم براتون، آقای عبدالله مهتدی حزب کموله، که شما میدونید کموله ها و جمهوری اسلامی چه بکش بکش های از هم کرد، نمیگن ما میخوایم جدا بشیم، میگم ما سیستم ها یه مدل داریم مطرح میکنیم، هم با مدل بحث میکن. سیستم فدرال رو بعضیا دارن میگن، بنده میخوام بگم ما سیستم فدرالیزم هم داریم که کار نمیکنه. شما از من میخواید بنده، من سیستمی که اومدم گفتن جناب آقای اوبالی رو نخوندم، من رفتم سندهای سازمان ملل رو، چون رو اینو توش کار میکردیم، خیر سر جمهوری اسلامی میخواستیم گود گاورننس رو تو ایران بیاریم، بنده میرفتم در کمیته توسعه پایدار سازمان ملل و بحث گود گاورننس اونجا مطرح بود، یاد گرفتم این چیزا رو، از سازمان ملل برای شما آوردم خوندم گود گاورننس فاکتوراش چی هستش. شما میخواید جدا بشید، اهلا وسهلا، تشید باید جدا بشید. من ولی آیا شما میدانید که
آذربایجان شمالی میخواد بخشی از مردمش میخواد بیان ملحق به ایران بشه. خدا به سر شاهد من یک مرتبه